با برگزار شدن نشست چهار جانبه اسلام آباد، افغانستان و پاکستان برای اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان نخستین گام برداشته شد. اما در این نشست برخلاف خطوط قرمز حکومت افغانستان، سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی نخست وزیر پاکستان 5 پیشنهاد را مطرح می کند. اما پیشنهاد نخست و دوم پاکستان برخلاف دیدگاه حکومت افغانستان هستند. سرتاج عزیز تاکید می ورزد که در اثرگیری گفتگوها پیش شرطی نباید در میان باشد، زیرا از دیدگاه اسلام آباد این کار پیامدهای بدی خواهد داشت. و دیگر این که تهدید به کارگیری از اقدامات نظامی در برابر طالبانی که به صلح نمی پیوندند نباید از پیشنهاد گفتگو مقدم تر باشد، و همین که زمان و مکان گفتگوهای صلح روشن شوند، آنگاه تفاوت میان طالبان آشتی پذیر و آشتی ناپذیر نیز اعلام گردد. تهدید به کارگیری از اقدام نظامی در برابر طالبان آشتی ناپذیر نباید از فراخواندن تمامی گروه های طالبان به گفتگوها مقدم تر باشد. پیشنهاد آخر سرتاج عزیز دورنگه داشتن کار گروهی این چهار کشور از دید رسانه هاست. اما واکنش حکومت به این پیشنهادهای سرتاج عزیز این گونه است. حکومت افغانستان به حیث یگانه قوای مشروع و منتخب مکلفیت تطبیق و حراست قانون اساسی افغانستان را دارد و تمام اقدامات ما به اساس همین قانون صورت میگیرد که پروسه صلح هم شامل از او میشه. ولی را ما مشخص ساخته بودیم که گروه های گفتگو کننده نباید با پیشرط وارد میزه گفتگو شوند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی پیش از این نشست بر خطوط قرمز افغانستان در گفتگوهای صلح تاکید ورزیده است. هیچ مملکت مکت نسی ویله چه چا سر روابطو لرو او چا سر روابطو نلرو. دی افغانستان اساسی قانون دی معاملی ور نده، یواز لاره چه اساسی قانون بدلیگی پا حق لاره ده چه اساسی قانون تاکن. از سوی دیگر شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید که از تمامی مسائل در گفتگوهای سال مردم باید آگاه باشند. آرامی را در ملک بیاره، استقرار را در ملک بیاره و حاکمیت ملی افغانستان، استقلال افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان، عزت و آبروی از این ملت مجاهد درو در نظر گرفته شده باشه، ما از او استقبال. در این نشست چین تاکید کرده است که حاکمیت افغانستان از سوی تمامی طرف‌ها باید رعایت شود. چین می‌خواهد تا با تمامی طرف‌های شرکت کننده در این نشست در ایجاد اوضاع مناسب برای پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان کار کند. و اما اصل حرمت داشتن و حاکمیت افغانستان از سوی تمام طرف‌ها باید رعایت شود. به نظر می رسد که افغانستان انتظار چنین پیشنهادهایی را از سوی پاکستان نداشته است. از همین رو تا کنون وزارت امور خارجه در این زمینه خاموشی اختیار کرده است.